به نام الله یک تا و توانا. السلام علیکم خانواده عزیز، بانوای گرامی، خدا کنه صحتمند باشه. این روزای ماه مبارک رمضان با خوشی و خوبی با صبر و حوصله سپری بکنید. خواهر گرامی، بینده های عزیز برنامه بانو، من هم سلام های گرم خود را تقدیمتان میکنم با امید از اینکه جور و صحتمند باشین. آغاز میکنیم برنامه امروز خود را و یک خواهر ما از جرمنی بر ما زنگ زدن روی خط هستن. خواهر بفرمایید. سلام علیکم. بله خواهر هستین روی خط؟ بله هستم. بفرمایید. سلام علیکم. بله سلام دکتر. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خوب. از کجا صحبت میکنین؟ بفرمایید. من شما را از آلمان به تماس گرفتم. بفرمایید. مشکل ما متوجه که برتان پیشتر گفتم حالا ادامه برتان میگم که ادامه شه نگوین خوار خان. شما همی مشکلتان دوباره از سر بگوین. مشکل ما این است که یک و نیم سال میشه که من سرعه که زیاد بیتبار هستم. شوهر ما میگه تو را که میزنه من میشه فکر میکنم که با ما دروغ میگه، من رو فریب میده. وقتی که نماز هم میخوانم در وقت نماز خواندن دوسی رفتن نماز از پیشم اشتباه میشه. از سر و صدای زیاد، از صدای تفلک ها، از موزیک بسیار مست بد میخوره و علاقه مندی زیاد همیشه به گریه دارم، با موزیک های غمگین، عکس های غمگین، این همی مشکل دارم. چقدر وقت میشه ایجاد شده؟ یک و نیم سال. دکتر صاحبای آلمان دیدتان برتون چی گفت؟ دکتر فامیلیتان چی گفت؟ دکتر فامیلی ما برم اول یک دکتر یک دوای گیایی را داد. باز دوای ما دم اول آخر را کمک نمی کرد، ولی باز داخرای دوا خوب بود، فایده کرد. بعد از اون دوای خلاص شد، باز بشه دکتر رفتم یک دوای دیگر را داده که داخل از مکوتی سه تخته است که بسیار زیاد از دوا ها دیگر. او را گفته که من روزکی نیم دانه از را بخورم، ولی به خاطر رمضان نمیتونم دوا را بخورم. منتظر رمضان هستم. بخیر رمضان خلاص را بود دوا را میخورم. خود چرا دمی جریان از که وقتی که افطار میکنین و بعد از او که سحری میخیزین چرا دوایتان نمیگیرین دمی تایم؟ دکتر برام گفته که صبحکی باید بگیرم را. خانم سحر از ما شما اون صبح است، اونم درست است، اونم سحری اونم صبح است. خب یعنی اگه دم تایم بیرم خدا مشکل باز برم نخواد؟ نه کاملا. چقدر وقت میشه آلمان رفتین؟ آلمان ایت سال شد تقریبا. تو احساس نکردین که وقتی که زیاد دق میارین محیط سرتان زیاد فشار آورده، یا کدام موضوعات، کدام پرابلم خانوادگی، یا کدام مسائل اقتصادی، کدام چیز نیست؟ نه خیلی مشکلات اقتصادی خود نیست، ولی مشکلات فامیلی بوده که بیاد و بیاندازه. از دوران که متفل بودیم خورد بودیم دیگه مشکلات فامیلی بود. نه در منظور مده آلمان است. باز نزد شدم عروسی کردم، مشکلات بود زیاد. نه در آلمان کدام مشکل خانه دارین؟ کدام مشکل خاص؟ ببخشید دکتر، گفتم در آلمان کدام مشکل خاص ندارین که همواره ذهنتان به مو معطوف بسازین، زیاد به مو فکر بکنین؟ ای تو کدام مشکل ندارین؟ یک احساس بسیار حقارت دارم دکتر صاحب. نمی دوره نامزدیم قدر رضایت نداشتم، خوش نبودم زیاد. او چیز که آرزو یک جوان می باشه از ما برعکس شد دیگه. همون زیاد مرا رنج می تم اون مسئله. احساس حقارت ببینید جدا چیز است، یه احساس جدا گپ است. آل خو نامزدتان همی شوهرتان دوست دارین؟ کدام مشکل نیست؟ فعلا خو نیست مشکل، ولی گپای گذشته مرا زیاد رنج میده. خو خو در گذشته ها پرابلم ها بود؟ بله یا پرابلم ها بود زیاد مرا عذاب کنم. شب ممی دوری نامزدی مرا زیاد رنج میداد. یک دسته موضوعی که در فامیل خود بود دوران تفلیت صورت گرفته بود، اونا مرا زیاد رنج میده. خب تشکر خواهر، من مشکل تا نگرفتم، بعدا با شما حرفای دارم. خداحافظتان. تشکر بسیار زیاد دکتر. قابلش نیست. وقت خوش بردان میخوام. همچنان بر شما هم. دوستای ما که به 456 پیام گذاشتن، بازم پیامایشان رو نشر میکنیم. و یک تقاضا از خواهرای عزیز خود داریم که در جریان برنامه به 456 زنگ نزنین. دوست عزیز به 6656 زنگ بزنین، بعد از ختم برنامه به 456 زنگ بزنین.
و خواره میکنه میتونن در جریان برنامه با ما و تماشان میتونن به 4-5-6 پیام بگذارن، کلید 1-6-3-2 رو فشار بدین و پیامتان بگذارین. خب یک پیام که از طریق 456 مواصلات ورزیده میشنیم، ببینیم از کدام دوست ماست. فرزانه جان، من یک خانم هستم که در مکرویان زندگی میکنم. یک مشکل دارم که من از شوهرم جدا شدیم، بیرحمانه مرا طلاق داد، جدا شدیم و سه دانه یک اولاد دارم که یک دختر از دو بچه، دخترم بر خودم دادن، دو بچه یکم پیش خودشان است. یعنی مدت سه ماه میشه که مرا هیچ اجازه نمیتن که من بچه هایم ببینم، اولادایم، بدون کدام خطا و اشتباه مرا هم طلاق کده، میخواست دیگه عروسی کنه، دیگه زن بگیره، مرا ایلا کدن و بچگک های مال اجازه نمیده که من ببینم. بسیار جگرخون است و میش نمیفهم چی کنم. از دوست اقارب و فامیل مام کسی هم میگن که تو باید صبر کنی، حوصله کنی، از بچه هایت بگذاری، و من ای کار هیچ کده نمیتانم. ایران مندم چی کنم. اونا مردم پولدار هستن، مردم هستن که بر کار دستشان میرسن، ما مردم معمولی هستیم، نمیفهمم چی کنم. فرزانه جان شما لطفا یک رای درست، رای حل درست بر من نشان بتین، دکتر صاحبم سلام ما برسانین و یعنی خب یک ظلم بسیار بزرگ. اولی که گفتن که بعدا بر من مشوره میده که خیر صبر کو، از اولادای دز بکش. بله. کی گفته میگه که از اولاد دز بکش؟ چرا؟ و اولاد از اولاد دست کشیدن اینقدر گپ ساده است؟ یک کسی یک کس عادی دوست می داشته باشه یک عمر رو فراموش کردن میتن، ولی اولاد انسان چیزی که از رگ و پوست وجود انسان و جور میشه، چطور میکنه در قدم اولاد خود فراموش بکنه؟ ولی یک چیز است، خب بسیاری کسا فکر میکنن که هر کسی که پول داشت همه چیز داره. ای تو نیز خورقن باور بکنین که هر وقت هر زمان که حقتان بخواین حق برتان داده میشه. ای که بعض کسا فکر میکنن که این نمیتونه با مادر خود ببینه یا نه مادر شده که نمیتونه خود، چون همی خود طلاق وقتی که واقع میشه کدورت ها در خانواده ها زیاد است دیگه. خوب او رو با خوبی خود انسان نمیتونه با او صحبت بکنه. هر آن زمانی که ببینین که مثل که میگه یک کس در خانه شان یک مار برآمده بود، گفته فتن امی پدرم فامیل گفت خیس مار، گفت کتی تبر زد مار داخل غارف، امی دنبش قطع شد. دنبش قطع شد، گفت هنوز مار که زخمی میشه میگه بسیار خطرناک میشه. میگه باز به می خاطر میگم صاحب خانه فکر کرد که بیام یک گوشتی بکنیم. یک روز میگه یک کاسه شیر پالوی غار مان که مار ایره ببینه و دوستیش قبول بکنه. گفت مار برش گفت، گفت تا وقتی که تو را ای راسی مار بچهش گزیده بود. بله. و ای که زد دنبش خطه. گفت تا وقتی که تو را بچه تا یاد است و مر دنبم ای دوستی موتو همیشه قطع است، خراب است. پس به او خاطرم هر وقت زمانی که مثلا یک زن شوهر جدا میشن از هم دیگر، ای خامخوا یکان اقده ها ایجاد میشه، ولی ایج اقده همه کار نمیکنه. ظلم اونا کردن و در جنبش ای که نمیخواین که مادر شکست را بینه، ظلم بسیار بزرگ است بالای اولادا. بله. و یک مشکل بسیار جدی است و یک ظلم هم بزرگ هم است بالای مادر. اولی که محکمه وقتی که طلاق واقع میشه و طلاق میده، طفلایی که میگه این طفلا را باید پدرش باید بگیره و این طفلایی که برای مادر باید میرسه او را وقتی که میگیره، اینی جا مهم اساسی است که در خود محکمه این فیصله میکنه. اینجا پول مطرح نیست، تماما قاضی ها با پول خود نمیفروشن، ضمیر و وجدانشان بیدار است، تماما مسائل میفهمن، اونا هم انسان هستن، اونا هم از یک زن به دنیا آمدن، کل مسائل میفهمن، اونا هم پدر هستن. هر بگه میگن که در یک هفته دو بار سه بار باید که طفلایتان شما ببینه. بله. در غیر از اون مراجعه شما با همون محکمه که طلاق واقع شده پیش از همون قاضی برشان برین که اینی فیصله شما نظم و شما رو اجازه نمیده که شما برین اطفالتان ببینین. این حق به هیچ عنوانه هیچ کسی گرفته نمیتونه. یکی خود ظلم است، ظلم خود ظلم است دیگه، که یک کس زور است، خب زور همیشه باز پیروزم نمی باشه. امی میگه عمر ظالم بسیار کوتاه است، خانه ظالمان ویران است.
این خو همیشه نمی باشه که اونا هر چیزی که داشته باشن، امی احساس عقارت که شما میکنین که میگن که اونا پول دارن هر کار کردن میتونن، باور بکنین که باز همه جای پول حاکم نیست. من قبول میکنم، جامعه برای ما معلوم است خو اینجا میبینیم که راستی با واقعیتش بعض کسا هستن که همچو کارا را به خاطر پول میکنن، یک فیصله ناحق صادر میکنن، کش میکنن، بقیه یک انسان ظلم واقع شد. ولی در جنبش باور بکنه که اقدر انسان های با ایمان هم هست که باز به میلیون ها را پا خود نمیفروشن. اردوش هست در هر جامعه هم ترستک. ولی مهمی است که شما امی عقده عقارت ها، یک احساس عقارت که برتان ایجاد میشه که ما مظلوم هستیم، ما چیز کردن نمیتونیم، اونا پیسه دار هستن هر کار کرده میتونن، باز پالوی مظلوم همواره کسی استاد است که خالق تمام دنیا هست. خداوند بالا با مظلوم استاد است. وقتی که خداوند با انسان باشه، شما خودتان فکر بکنید دیگه هیچ متبصره نمیکنه. ولی حقتان باید بگیرین. خدا خداوند گفته که حقتان باید در هر موقعی که میشه حق باید گرفته شوه. پس به او خاطر شما کوشش بکنین که اول بریم برشان بگین که این حق نداره پدرش که اطفال از پیش شما پد بکنه، و او اطفال به هیچ عنوان پدر نمیگن. من به ضمانت به گارانتی برتان میگم که اونا همواره مادر میگن، چیغ میزنن مادر میگن، و اونا به مادر ضرورت دارن، و اونا هم هدفشان هم همی است که شما را نمیگذارن که برین ببینین. هدفشان همی است که گویا که هر قدر که دوری مادر باشه با مو اندازه اونا فراموش میکنن ده. در حالی که ناممکن است او طفلک هم که بزرگ شون، ولی خواه امی دین اسلام که وقتی که امی تماما مسائل بدوش مرد گذاشه در جنب ازی که عق و مر خانم خدا بعد ازی که طلاق میشه مو عق باید برش بته او پولم، و در جنبش اولاداش هم اعاشه و عبادت خود مرد بکنه، به خاطر اینجا که یک وابستگی اقتصادی وجود داره. و اینجا زن اگر مشکل است برش که بتونه اولادای خود کلان بسازه، یا به او خاطر امیدین اسلام امی کار گفتن که امی مسئولیت بالای مرد انداخته بار بکنه، یک مسئولیت بسیار بزرگ است. این یک امتیاز نیست که بر مرد داده، به خاطر که مسئولیت اولاد است باید بدبدوش بگیری در جان بزی، حق خانمتون باید بدی، همون قدر پولی که نوشته کردی پولشان برش بدی. و بعد ازی بار بکنین که یک واقعه دو سه چهار واقعه ما دیدیم، طفلا وقتی که بزرگ شدن کلش پیش مادر خدا موندن، بله، اون پدر خدا رها کردن، و این طفلا هم از خود است. من بر تزمی عالمی همین مژده رو برات میدم که جوان شدن کلان شدن اونا مادر میگن، اونا پیش شما میان و بالاخره از شما هست که اولادتون. ولی تا او وقتم وقتی که اگر به خوبی نفهمیدن دوباره مراجعه به اون محکمه که می طلاق واقع شده پیش می قاضی برین و برشان بگین که چرا اجازه رو نمیده. و حتی این مجازات زندان داره که حتی شاید که اونا رو به زندان هم بیاندازه اگر از این تمرد بکنن از این حمر محکمه. بله. خب دوست عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم و باز هم با شما هستیم. وقتتون خوش دوستای عزیز. بانوی گرامی نیمه روزتان بخیر. و تماس که از آلمان داشتیم بانوی بودن گفتن تقریبا یک و نیم سال میشه که ما بسیار به اعتبار شدیم و زیاد شک میکنم به گپای شوهرم، شک میکنم، من احساس میکنم مرا فریب میده، به من دروغ میگه، و وقتی گفته در نماز استاد میشم بسیاری وقت گفته اشتباه میکنم از بس که فکرم پریشان میباشه، حالتم خراب میباشه، و اثر صدای اولادا گفته بعد میایه از بلند صدای موزیک بعد میایه میخوایم یک جای راحت آرام باشم، تصاویر غمگین ببینم و گپای غمگین بشنوم. از این حالتم گفته بسیار زیاد جگرخون میشم، نزد دکتر هم رفتم، یکی از دکترها برام دوای گیاهی داد که تاثیر مثبت نکرد، و حالا هم دوا دارم و به خاطر ماه رمضان از او استفاده کرده نمیتونم. خواستم که از دکتر سب یک مشوره نیک بگیرم. خب اینا یک مشکل افسردگی هم دارن در جنبش که او شک و گپا میکنه، و مهم اساسی خود افسردگی هست که در افسردگی به هر شکل که وقتی که ایجاد میشه، این مهم نیست که در کشورهای متمدن دنیا، کشورهای پیشرفته این مشکل نباشه. من فکر میکنم اوجه زیادتر میباشه. بار بکن زیاد است. اوجه محرومیت ها بسیار زیاد است. امی سطح زندگی بسیار بلند است. از اگان تو اگان تو پایین. گرچه که اوجه همه چیز اگه انسان خواسته باشه میتونه به دست بیاره. منتها اعلا و ادنا داره. نه اونمی خودش ایجاد چیره میکنه. و یکان مشکلی که ایجاد میکنه عامل اساسیش
بعض اوقات اینمی مسائل است که ما قبل از قبل چی فرستادیم به مغز خود. اینمی مسائل که اونا گفتن که مثلا در دوره نامزادی مشکلات داشتن و در دوره طفل یکان رازهای ناگفته در ذهن انسان می باشه، یکان گپایی هست که آدم برای هیچ کس گفته نمیتونه، ولی جوابش در مغز خودم پیدا کرده نمیتونه. اگر مغز بتونه که تحلیل و تجزیه بکنه افکار خود را و قناعت خود فراهم بسازه، بسیار زود میتونه که مغز جوابگوی خود باشه، ولی متاسفانه سوال به شکل سوال باقی میمونه و بعض اوقات غالب میشه بالای افکار خود انسان، همواره به شکل باقی میمونه و مورد قبول هم واقع میشه که این حالت است. ولی این حالت ها با چی به از بین میره؟ مثلا با میکانیزم های دفاعی وجود انسان یکان وقت متوجه شین فرزان جان که آدم بر خود دروغ میگه واقعا. بله بله، واقعا با وجود از اینکه خودتان میفهمی، بله خودتان میفهمی که نمی کنم، ولی یکان اینمی بسیار گپ خوب هم است. بله. خاطر خود همین میکانیزم های دفاعی وجود قسم عمل میکنن که حتی برای خودتان وقت نمیده. بله. ضرورت است که از خود یک سیستم امنی را بازسازی بکنه و دفاع بکنه از وجود. خب بر صورتش گرفتن ادویه لازمی هست و مهم این است که در افسردگی ها بسیار کوشش بکنید که تا وقت دکتر معالجتان نگفته وقفه باید ایجاد نشه. ببینید ما یک پس مردم ما نصف شب میخیزن. بله. مثلا 2 بجه شب بخاطر افطاری میخیزن، در حالی که ما نامش هست سحری. بله. سحر. سحر با ما هست که وقت کمی غذا که ختم میشه باید صدای آزان به گوش برسه که اونو میشه آزان صحبت. یعنی هر قدره که یک حدیث شریف است که میگه شما در افطار عجله بکنید. بله. ولی در سحری تعجیل بکنید. تعجیل بکنید. یعنی هر قدر که دورتر بفته به مو اندازه بهتر است. یک تماس میگیریم فردا که قطع نشه. بفرمایید دوست عزیز. بله. سلام علیکم. السلام علیکم. خوب هستین؟ بلندتر صحبت بکنید. شما خوبی؟ بفرمایین خواهر، مشتیم. سلام، کیار داری؟ خوبی؟ خوب هستین، بخیر هستین، بفرمایین. امرا دکتر هستم، خوشتون. مشتیم خواهر، من دکتر هستم، بفرمایین. بله؟ بله. خواهر عزیز؟ بله، در خواهر عزیز 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 شما برنامه طلوع. خب من فکر میکنم که مشکل از اینا را درست گرفته نتونستیم. بله. خب میشه دوباره زنگ بزنن. بعدم حرفای خود ادامه میتیم، گفتیم که کوشش بکنن که وقفه در امین بین دوای خود نبیارن. بله. وقفه آوردن باعث از این میشه که مشکل حل نشه. ببینید 1.5 سال شما این مشکل این بار به دوش کشیدین، این مشکل داشتین، پیش دکتر مراجعه نکرده، بالاخره که به سوی بلند رسید که شما را آزار میده، شما پیش دکتر مراجعه کردین. دکتر سویم در مرحله اول سیستم هومیوپاتیک است که از گیاهی دالمان زیاد از او استفاده میکنن. بله. او هم مؤثر است، هم هلیوپاتیک هم، اونا هم مؤثر است، هر دویش خوب است، ولی اونا در مرحله اول دیدن، باز مرحله دوم دواره برتان دادن و تغییر در حالتتان آمد. علمی تغییراتی که در نیرو ترانسمیترهای مغز به وجود می آید، یکان وقت ای ضرورت به ای است که باید ادویه به هر شکل که میشه باید گرفته شد. و مرحله دومش بعض مسائل است که آشتی با خود است. یکان چیزهایش است که تنها طبیب بر انسان کمک کرده نمیتونه. در جنبش خود انسان هم میتونه که بر خود کمک بکنه. آشتی با خود به این معناست که همین گذشته را همین هر قدر که یاد کنید چی به دست میاره. گفتن هم که من از گذشته بسیار مشکلات داشتم. مهم چیست که می عینک های دودی را از پیشوری خود پس بکنن. دنیا را به مون شکل واقعیش ببینین، از زندگی کوشش بکنین لذت ببرین، کوشش بکنین که در جاهایی که حداقل سبز زیاد است، ولی شما مثل ما ور خدا کابل نیستین که جای غیر بالا سعی کنین، خاک و گرد و با آسمان و پایان هم سعی کنین، موتر و دود و دیگه خود ما خود چیزی جا نمیبینیم. اینجا ما مجبور هستیم، حتی ما بعد مریضای ما میگم که طرف تصاویر سعی کن. بله واقعا دیگه در عالم خیال خودت کن. بله. ولی اوجه خود حداقل خود یک جایی هست که شما تفریح بکنین، برین بگردین، کوشش بکنین هر وقت کمی حالت می کوشش بکنین مال چنج بکنین، لب بحر برین، بسیار اثر بسیار مهم داره، ولی با این افکار تا نه، با
مثلا شما اگر با آقا در لب بر و در هر جایی که بریم با همی افکارتان بریم بفاید است، هیچ جسمان اوج هستین، روحن در همون غمای خود هستین. کوشش بکنین که لذت ببرین، حتی به زبان بیارین که چقدر یک فضای مقبول است. خب گرچه هوای آلمان بعض اوقات بسیار دلگیر است، بارندگی ها بسیار زیاد است، فضان جان ها بارندگی است، یکان مشکلات خودش هم همون فضا هم هم بتر است، ولی به هر صورتش کوشش بکنید که اون وقتی که میشه که بارندگی و گپا نمی باشه، کوشش بکنید در اون حالت یکان در استفاده خوب بکنید، موقعیت تان یکان وقت تغییر بتین، در جنبش دوایی تان هم بگیرین، امو دوایی که گفتن از طرف صبح بخورین، امو رو سحری یک دانه بخورین، بیخی کافی است، حالت تان دوباره پس خوب میشه، آیسته آیسته در جنب دکتر شما هم یک کمک کننده خوب بر خود باشید. بله، و وقت داریم یک پیام رو میشنویم که دوست ما چی گفتنی دارن. سلام علیکم دکتر صاحب. دکتر صاحب من مشکل دارم که خودم فعلا قابلگی خواندیم و اصلا فامیلم سرم اعتماد نمی کنه که من شو اجازه بتن کار کنم و نوکری برو و دیگه ای که مسلک خود تغییر داریم و حالا دیگه کار میکنم و دیگه ای که من یه خواستگار دارم که نمیفهمم قبول کنم یا نکنم، به خاطر که اونا میگن که معتاد است، در حال که بچه بی اندازه دوست داره و به نهایت میخواید هر مشکلی که من داشت مرا حل کنه و تمام مشکلات من، مشکل خانه و اقتصاد همه چیزی که داشتیم حل است، صرف به خاطر از این که معتاد است یا نیست ای را بگیرم یا نگیرم، و دیگه ای که اصلا خانوادیم سر ما اعتماد نمی کنن و هیچ سر فکر می کنن که ما وظیفه میرم، اتگمان بد دارن سرم. دکتر صاحب نمی فهم که چی کنم، لطفا من راهنمایی کنیم. خب تشکر از این خوار، سلامشان علیک میگیم و چند موضوع رو نگفتن. اولی که گفتن که ما قابلگی را خواندیم ولی ترک مسلک دادن، حالا معلم هستن این جایی. خب ای کاش اون وقت میگفتن که حداقل در محیط زنانه فامیل ها اجازه میتن. بله، مثلا در محیط زنانه در شفاخانه ملالای کاملا یک محیط زنانه است. بله، تمام. هر شب و سعی کنید امی قابله یا نرس همیشه سرامشیره یا امشیره میگفتن. بله بله. امشیره یعنی خواهر انسان، خواهر مریض. بله بله. و چقدر بالای رویت از مریض اثر مثبت به جا میگذاش که قابل یک امو امشیره یا سرامشیره بالش میامد، این بسیار گپ خوب است. بالای مریض اثر بسیار خوب میگذاره و زنها بسیار زیاد دلسوز هستن، ولی حالی که ترسی که ایجاد شده خب بر صورتش بجا نیست، ولی هر کس اگر این کار بکنه، اگر کس از فامیلتان مریض میشه 12 بجه شو بگو وقت که در شفاخانه برین، باز برتان مالی میشه که چقدر اونجا خانم نباشه، باز وقت چی خواهد کرده، باز ببینیم اونجا بگو کلش خانم هست. خب بر صورتش مهم اساسی است که گفتن که بچه را که دوست دارن، تنها دوستی شرط نیست خواهر. حالا من هم فهم که بعض اوقات پیام های 456 مشکلش همیست که سوال کردن. سوال نمیشه. بله که دوست از گفتشون معلوم میشد که با هم دوست هستن. بلی. اگر دوست هستن باید اینا درک کنن که آیا معتاد هستن یعنی. نیستن. معتاد خود کاملا معلوم میشه. بله. از طرف قوارشان ببینید اینا معتاد کدام نوع ما؟ آیا از تریاک و مشتقات تریاک است یا معتاد چرس است؟ کدام موضوع است؟ بله. در افغانستان این معتاد که گفت کلگی میگه ایرونی ایرون است. بله. و در حالی که چونی نمی باشه، ولی مهم چی است که اول خوب علمتانه بیارین، دو چشم از خوارخونده تانم قرض کنین، با چهار چشم برین به زندگی نو خوب ببینین، پرسان بکنین. اگر معتاد بود با معتاد عروسی نکنین تا وقت خود تداوی کاملا تداوی نکرده، و بسیاریش از این معتادین فرزانجان مشکلی که ما با معتادین داریم که ده ها بار تداوی میشن دوباره پس رو میارن. اوکی. ای به این معنی نیست که تداوی ناقص است، تداوی کاملا درست است، ولی تمایل خودشان عزم ندارن. گرچه تداویشان قسم میشه که کاملا پاک و منظم صفا، هیچ ضرورت به ادویه نیست که دوباره پس از اون مواد استفاده بکنن، ولی بازم اونمو رفیقای ناحل، محیط ناسالم، بیکاری، اینی میگه پا اونا رو دوباره کش میکنن، دوباره پس به اون طرف میرن. پس به اون خاطر
مشوره ما برازی شما ای است که از همه مهمتر همی است که اون پسر که شما رو دوست داره واقعا ببینین که مردم راست میگن یا دروغ میگن. اول ببینین اگر معتاد نبود میشه که بخیر با خوبی با اونا کنار بیارین و پس دوباره پس اون مسلک مقدس قابلگیتان برین. او بسیار و مراتب بهتر است، او رشد را میکنین، درس هم خواندین، مسلکی هم هستین. بله. او بهتر است و خدمت بسیار بزرگ به تمام خانم بله. میشه. ولی متاسفانه بعض کسا کارهایی میکنن که مثلا فکر میکنن که از یک زاویه انسان امواره نبینه یک کاره. بله. امواره ما فکر میکنیم که همه خوبی ها برای ما باشه ولی از فامیل ما کس باید نکنه. مثلا بسیاری کساس میگن ما هیچ فامیل ما اجازه نمیتیم که بیرون از منزل کار کنه. خب امی طفلتانه که وقتی که به مکتب میبری پیش کی میبری؟ حالا فردا روز امی معلم کی تربیه بکنه؟ امی نرسه کی تربیه بکنه؟ یا خانمشون مریض میشن پیش کی ببرن؟ این مسائل است که به او خاطر مهم اساسی است که خانواده ها امی مسئله را در نظر بگیرن. خب دوستای عزیز وقت برنامه شما هم تمام شد. تا تقدیم برنامه آینده تمام شما از دار به خداوند بزرگ مسپاریم. علایار و نگهدار همه.